اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. پس اینجا نگاه بکنید که شبکه منفی چطوری ما رو در معرض اطلاعات قرار میده. شما نمیخواید ولی اطلاعات ایشون داره میاد به سمتتون، درسته؟ خب اگر اطلاعات شما، الان من نمیخوام، اطلاعات شما داره میاد به سمت من، شما راضی هستی؟ راضی نیستین؟ اجازه بدین. چی کارش باید بکنیم؟ پس یه حلواست آوردن و ما میگیم که عجب حلوای شیرینیه، همون ماجراست. خب میگی بابا نمیخوایم. اونه که خوشمون بیاد یه مسئله است، اونه که خوشمون نمیاد یه مسئله دیگه است. حالا ممکنه اون اصرار کنه، از شما نه نمیخوام، اون اصرار میکنه، یه روز دو روز سه روز توجه میکنید و خونه آخر اینه که قطع اتصال از شبکه منفی رو بیایم استفاده بکنیم. ولی بالاخره خواست و نخواستن شما این مسئله رو شما رو در معرض آزمایش قرار گرفتین اتوماتیک، که الان اینجا اگر از این مسئله خوشتون بیاد ادامه پیدا میکنه. یه چیز دیگه هم میدن، یه چیز دیگه هم میدن، یه دفعه شما به خود، یعنی ما به خودمون میبینیم که پر بغلمون شکلات و شیرینی و نمیدونم همه چیده خوشمزه است، طبیعتا دیگه اینجوری مجبوریم یه راه دیگه رو بریم. ولی استاد ما که هرچی تمرکز میکنیم بهمون شکلات نمیدن. بهتر که ندن، بهتر که ندن، ندن بهتره تا شکلات بدن. خب الهامات، خب همون آگاهی هاییست که میخوایم، منتها باید حواسمون جمع باشه همین آگاهی ها رو هم ببینیم، به اصطلاح آگاهی های کماله یا آگاهی های قدرته. آگاهی هست اصلا در رابطه با زندگی شما شبکه مثبت کاری نداره بیا راجع به زندگی شما حرف بزنه، راجع به زندگی من حرف بزنه، نمیدونم بگه بزن پسرت اینطوری، همسرت اونطوری، دخترت اینجوری، مثلا یا اینو بخر اونو نخر، یا از این را برو از اون رو، اینا کار شبکه مثبت نیست. شبکه مثبت بیکار نیست که بیاد حالا به من بگه این را نرو از اون را برو، اینو بخر اونو نخر، نمیدونم حالا راجع به پسرت، همسرت، نمیدونم شوهر خواهرت. ببینید حالا بعضی از مسائل، بعضی از قضايا ممکنه به خودی خود خونسا باشه، به خودی خود، حالا این به کسی ضرری نرسیده، حقی نقض نشده، اتفاقی نیفتاده، شما هم عادی نگاش کن. اما وقتی خوشتون میاد دفعه دیگه، چون اول توجیهش میکنن، میگن ببین عقب دیدی پریدی سطل آوردی گذاشتی بغل دسته، یواش یواش کار رو برای شما توجیه میکنن. بعد یه دفعه به خودمون میبینیم که موضوعی که از سطل و یه کار مثبتی بود رسیده به 100 تا کار منفی. ببینید حالا من میگم این کار به خودی خود چیزی نیست، به کسی ظلمی نشده، به حق کسی ضایع نشده، ما به حقوق کسی تجاوز نکردیم، به حریم کسی تجاوز نکردیم. نه نه نه، صوت، ماجرای صوت تو انفازی کیانی متعلق به ماجرای خودمونه، ببینیم که چیه، ادامهش چی میخواد بگه. نشانه است، نشانه است، جلب توجه شماست، چیه، آخر چی میخواد بشه، تصمیم میگیریم. الان نمیدونیم، ما به عنوان شاهد گوش دادیم دیدیم یه همچیزی، اما در این مورد ایشون 10 دقیقه زودتر متوجه شده که الان فرزندش مثلا فرزند ببست بالا میاره پدیده سطح دارده گذاشت اونجا، این حالا ضرری نداره، ولی فردا میبینید 10 دقیقه زودتر یه چیزی رو میبینه که نباید ببینه، 10 دقیقه زودتر یه چیزی رو نباید ببینه که دیده. حالا ممکنه اون وقت آرامش رو دست بده، ممکنه آسایش رو دست بده، ممکنه منافع عظیمی به دست بیاره، خوشش بیاد، هزار تا چیز ممکنه. بنابراین اینا رو باید تیزهوشی با تیزهوشی تمام بایستی دنبال بکنیم و ببینیم چه چیزی رو میخوایم، چه چیزی رو نباید بخوایم. به طور کلی شبکه به اصطلاح مثبت، شبکه مثبت کارش، خب کارش آگاهی کماله، رسوندن ما به آگاهی کماله. چی بخریم، چی بفروشیم، اصلا اینا برای این هوشمندی خنده داره که ما اینجا فرض کنید خیلی چیزا برای ما اهمیت داره، برای این هوشمندی اصلا ما سرکاری هستیم. ما
مثل همونجوری که ما یه بچه مهد کودک نگاه میکنیم، میبینیم یه بچه همسن سال خودش رفته رو اسباب بازی شکسته، الان دنیا براش به آخر رسیده، داره گریه میکنه که دیگه برای اون در واقع همه چیز تموم شده. حالا اگر که ما میتونستیم از درون اون باخبر بشیم و اونم اطلاع داشت که کائنات و اینا هستن، ممکن بود از همه کائنات میخواست کمک بگیره که این ماشینش درست بشه. حالا شما که دارید عبارا نگاه میکنید خندتون گرفته که اون برای چه چیز کائناتو داره میطلبه، برای چه چیزی واقعا. خب بنابراین این مسئله به طور کلی شبکه مثبت فقط آگاهی کمال و شبکه منفی آگاهی حلوا.